سلام. حقیقتش من صحبت هایی که دانشجو می کرد که پرستار می کرد یه بحثیدم صبح باش مواجه شدم و شا دیدم واقعا حالا خراب شد. این قسمت یه سه قسمت نوشتم و قانونی کار نوشتم قسمت چهارمش قرار بود بنویسم که وقت نشد بنویسم مون امروز رفتم سراغش در رابطه با صندوق تامین اجتماعی. وقتی خوندم به عمق قضیه پی بردم واقعا رسوا گفتم واقعا احساس کردم که نفسم بالا نمیاد و صحبت هایی که دوستان اینجا کردم دوست دانشجو میکرد و دوست پرستارمون واقعا نفسم داشت میگرفت که چقدر دارن این جامعه رو شخ میزنن، چقدر دارن نابود میکنن. به این معنی من میخوام بگم که این برنامه هایی که اینا دارن پیش میبرن هیچ وقتی به توسعه به سرمایه گذاری صنعتی به معنی واقعی کلمه نداره. یک غارت که 37 سال پیش شروع شده و هیچ توقفگاهی نداشته و همچنان داره پیش میره و هیچ توقفگاهی هم اگر طبقه کارگر پرستاران دانشجو یا معلمان اگر ایستادگی نکنن در مقابلش هیچ توقفگاهی هم به نظر من نخواهد داشت و داستان به این لایه و به مسائلی که امروز میگذره ختم نخواهد شد. ببینید دهه 60 اگه خاطرتون باشه از اواسط دهه 60 شروع کردن قراردادها رو موقت کردن و 68 قانون کار تصویب شد. یه ماده 7 اینها آوردن قراردادها رو کاملا قرارداد موقت رو رسمیت دادن و نه تنها رسمیت دادن بلکه در پیش قرارداد سفید امضا یعنی اونجا متوقف نشد. میخوام بگم توقفگاهی نداره به این معنا متوقف نشد در قرارداد موقت بلکه شد سفید امضا کارگر باید سفته بده بره سر کار. چه میدونم اون قراردادهای موقت یک ساله بود شد دو ماهه شد سه ماهه شش ماهه بعد امروز یک ماهه و حتی کمتر از این روزمزد. الان در کارخانه‌های بزرگی کارگرها به صورت روزمزد کار میکنن دیگه قراردادی هم در کار نیست. از ایران خودرو بگی تا برو کارخانه صنایع لاستیک صنایع بسیار بزرگ روزمزد دارن کار میکنن. مثلا بعد از تصویب بانک‌ها اومدن کارگاه 13 نفر را از شمول قانون کار خارج کردن. در پی اون در ادامه این غارتگری سوبسیدها رو قطع کردن تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها. من توضیح بدم که سوبسید در واقع بخشی از مزد کارگره، بخشی از اون ثروتی که توسط کارگر تولید میشه توی جامعه و مستقیم به کارگر پرداخت میشه و گویا دولت هست اون بالا برای اینکه این رابطه کارگر کارفرما رو و کل نظام موجود رو حفظ بکنه به صورت غیر نقدی در واقع به جامعه چی میشه صفحه کارگر رو اون رو تو دعای مردم میاد و اینا اومدن سوبسیدها رو قطع کردن و الان باز اونجا متوقف نشدن. الان این لایحه رو وسط آوردن. لوایح مختلف دیگه ای در قالب برنامه های توسعه در قالب نوسازی به اصطلاح تحقیق نوسازی صنایع و حتی همه این بحث ها همه این داستان ها از همون اول بحث شد. بحث تولید و اشتغال بود یک دروغ بسیار بزرگ. من میخوام بگم این بحث توسعه و به اصطلاح تولید اشتغال به این معنا که توی جامعه‌ای که کارگر سه برابر زیر خط فقر بحث مزد میگیره خب معلومه که این کارگر قدرت خرید نمیتونه داشته باشه که بره خرید بکنه. مثلا همین الان مقایسه کنید مثلا پراید شده 20 میلیون خورده ای به زمانی 7 میلیون بود با این افزایش که دستمزد کارگر امروز پیدا کرده مثلا رسیده به 80 خورده ای هزار تومان خب کارگر 5 سال پیش قادر بود راحت‌تر پراید بخره 10 سال پیش قادر بود راحت‌تر پراید بخره امروز نمیتونه. این چه شیوه‌ایه که در واقع مثلا با تغییر ماده 41 در صدد انجماد دستمزد هستم به بهانه اینکه ما میخواییم تولید توسعه بدیم به بهانه اینکه میخواییم اشتغال زایی بکنیم. این چه اشتغال زاییه که چه توسعه این در تولید میشه رخ بده که کارگر یه قدرت خرید نداشته باشه کارگر دو سوم این کارگر دیگه مورد بگیرم دو سوم جمعیت یک کشور وقتی این دو سوم قدرت خرید نداشته باشن معلومه که تولید آنچنان که باید صورت بگیره یعنی مصرفی وجود نداره عملا که تولیدی بخواد پشتندش ایجاد بشه. اگر شما دقت بکنید همین امروز خود کارفرماها اونجا که کارخونه ها تعطیل میشه خدا میزنه آقا جون نقدینگی نداریم. نقدینگی که از آسمون تو جیب کارفرما نمیاد که یا یه چاهی نیستش که چاهو بزنن نقدینگی رو دست بیارن. نقدینگی از اونجا دست میاد که پره وقتی تولید میکنه بفروشه پولش برگرده که بتونه تولید دوباره از سر بگیره دیگه.
با این دست مزدای سه برابر زیر خط فقر در واقع این رقم متوقف شده، مصرفی وجود نداره که تولید به این معنا صورت بگیره. از این طرف دیگه خود همین دست مزد زیر خط فقر آقایون تازه در فکر منجمد کردن این دست مزد سه برابر زیر خط فقر هستن با این لایه باعث شده که هیچ کارگری شما پیدا نکنید که 12 ساعت کمتر کار بکنه. بعضا من سراغ دارم 18 ساعت در روز، یه باور کنید در ایران خود من سراغ دارم 18 ساعت در روز کار میکنه. شما همین الان فکر اشتغال هستی یک کن دست موضوع بدر بالا ببین اون کارگر مجبور نشه 12 ساعت کار بکنه، مجبور نشه 18 ساعت کار بکنه، جای هزاران نفر صدها هزار نفر در اشتغال بار میشه. من در این من میگم دروغ داری میگی عزیز من، دروغ داری میگی که میخوای تولید رو نمیدونم مثلا شرح کنی مثلا اشتغال رو حل بکنی. یا بازنشستگاه، بازنشستگاه الان من به جرات میتونم بگم 70-80 درصد بازنشستگاه کار میکنن، 70-80 درصدشون حداقل دارن مشغول کارن، یا توی آژانسا کار میکنن یا مسافرکشی میکنن یا تاکسی دارن یا نگهبانن یا جای دیگه مشغولن. لطف کن دستمزد دریافتی دست اصطلاح همین بازنشسته رو در حدی ببر بالا که بتونه مثل یک انسان زندگی بکنه، از چرخه کار خارج بشه، ببین برای چند صد هزار نفر جای اشتغال باز میشه. از یه طرف دیگه دستمزدی که مثلا میاد زیر خط فقر جوون به معنی واقعی کلمه نمیده کار بکنه، شما هم اصلا خونهتون جوون نمیده واقعا طرف حاضر نیست بره و 7-8 تومن کار بکنه. چون 7-8 تومن وقتی میدونه میشه اصلا نمیشه با این زندگی بسازه، نمیشه خونه بخره، نمیشه ازدواج بکنه، هیچ کاری نمیکنه و عملا خانه نشین میشه و خیلی بیکاران اصلاح ملحق میشه. این معنی من میخوام بگم که این بحث در مورد نمیدونم سرمایه‌گذاری صنعتی و توسعه تولید و اشتغال این چیزا میشه همه دروغه، دروغ محض. و اینجا در واقع اینها با این لایه در صدد این هستن که زمینه رو بیش از پیش یعنی اون شرایط بردبار موجودی که وجود داره هم این دو نهادینه بکنن، هم از طرف دیگه این شرایط رو مهیا بکنن برای غارت هرچی بیشتر مثلا دستمزد نیروی کار. این به عنوان مقدمه من اینو خواستم بگم، ببخشید ممکن صحبت من طولانی بشه، فقط خواستم بگم که موضوع سرمایه و اشتغال این حرفا نیست. خود لایه هم به این قضیه الزام داره، یعنی خود لوایح انتقال بودن فقط عنوان کردن که ما به این قصد میخواییم این کار رو بکنیم. اما تا اونجا که به موادی که در قانون کار تغییر پیدا کرده مربوط میشه، من فکر میکنم که ما اگر این مواد رو یه مقداری الان فرصت نیست همه این رو دونه به دونه باز بکنیم، یه مقدار توجه به این مواد تغییر یافته به اصطلاح بکنیم، اون وقت من فکر میکنم که دلایل این که چرا دولت این همه اصرار داره، این همه تجمع برگزار شد در اون دور قبلی که دولت احمد نژاد لایحه رو داده بود با چند تا تجمع، یک دو تا تجمع کوچیک با چند تا افشاگری و سراسدای رسانه‌ای عملا عقب‌نشینی کرد، ولی این دفعه علی‌رغم تجمعاتی که شکل گرفته، علی‌رغم ابعاد عظیم رسانه‌ای که علیه در واقع این لایحه شکل گرفته، دولت به پاش خرافی کفش کرد این تصویب بشه. این اصرار از کجا میاد؟ دلیل این اصرار چیه و در مقابل به اصطلاح این لایحه چه باید کرد؟ بخش بعدی صحبت منه که من با در واقع با یه نگاهی به این موادی که قرار تغییر بکنه تو این لایحه این صحبت رو ادامه میدم. ببینید هر قانون کاری، حالا شما هر کشوری بگید، یعنی حقوق اساسی کارگر در هر قانون کاری چند تا مقوله متوجه میشه: مزد، قرارداد و خاتمه قرارداد، ازم به خدمت شما که تشکرهای کارگری و صندوق به اون سال تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی، صندوق تامین اجتماعی، بیمه کارگره. اینا محورهای اساسی و بنیادی هستن که مسائل دیگه در قانون کار حول اینا میچرخه. مثلا الان تو این جایی آوردن که کمیته انضباط تعیین میکنه، خب ببخشید این کمیته انضباط رو الان آورد میخوای بذاری در صورت که ماده 21 رو داریم داری که با کاهش تولید و کمتری نوسان در تولید کارگر اخراج بشه، این کمیته انضباطی دیگه چیکار است؟ چه صیغه ایه؟ میخوام بگم که اون مواد جزئی که در پی میاد اساس قضیه نیستن. اساس کار این چهار تا محوره که من شما گفتم که این چهار تا محور واقعا زندگی کارگر رو سوق می‌زدن، به یک معنا دارن. اگر اینا محقق بشه به نظر من در واقع یه پدیده حتی امروزی نیست، بازگشت جامعه، بازگشت روابط مناسبت کار به قرن 19 به معنای واقعی کلمه. این هم نیستش که گویا مثلا این اتفاق اگر قراره در مورد کارگر بیفته، این 12 میلیون نفر حق شغل می‌کار هستن، گویا زندگی اینها رو سیاه می‌کنه. به نظر من فقط زندگی اینها رو سیاه نمی‌کنه، جامعه‌ای که قرار باشه
اکثریت موردگی اون دستموز شهر موقع خواستن تا اون دستموز به چادردن زیر خط فقر رو منجمد بکنن شرط اقتصادی میگن که منجمد بکنن میگه دلیل که مثلا یک سال دیگه مقایم سا شرط اقتصادی خصوص بنابراین درصد مفتش نمیدیم تورم و هرچی هست هست دارن این کار رو میکنن در مورد اخراج کارگر در ماده 21 دارن چیکار میکنن دارن با کاهش تولید رو تغییر ساختار رو مسائل انرژی رو دارن وارد میکنن که بتونن به بهانه کاهش تولید هر موقع که خواستن کارگر رو دست زمین آقا من کاهش تولید دارم بازار نیست نمیتونم تولید بکنم بیرون ماده 23 داره اینو نهادینه میکنه یا ماده در مواد مربوط به صندوق تامین اجتماعی من اگر یا نمیدونم پرساخ چقدر میگه که اینا رو میشه بهش پرداخت مهمتر از همین ها من امروز متوجه شدم این مسئله صندوق تامین اجتماعی سازمان تامین اجتماعی که به نظر من اساسا دارن بحث این هستن که تامین اجتماعی رو کلا برداشتن آقای بله نه دیگه خلاص یه گوششه خب یه گوششه من اینجا میخونم بند 86 لایه اصلاحیه میگه در تمامی مواد مربوطه در قانون در قانون کار منظشه عبارت کار امور اجتماعی به عبارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و دفکنی بردشه به عبارت سازمان تأمین اجتماعی به عبارت صندوق بیمه‌ای زیرفت یکی تأمین اجتماعی رو ما توی قانون کار نداریم طبق این باید بند 86 به عبارت قانون تأمین اجتماعی به عبارت قوانین و مقررات مربوطه اصلاح می شود این یعنی چی؟ این یعنی این که اینها در صدد این هستن که با تنکارگاه که بگید در قانون تأمین اجتماعی هست صندوقهای بیمه دیگه ایجاد بشه مسئله بازنشستگی بیمه از کار افتادگی خدمات درمانی کارگر که امروز در قالب سازمان تأمین اجتماعی تبدیل بشه به یک صنعت بیمه مثل صنعت مثلا بیمه ایران که ماشین بسیج میکنه بیمه میکنه از شما خود میگیره شما سهامدارش نیستی شما مشتریش هستی در واقع در صدد اینه به نظر من با این بندی که اینجا بودم جای دیگه هم اصلا فرصت نیست داره دونه به دونه باز بکنم ما حتی قبلا بحث می‌کردیم بود که بحث تاکونی هم در مورد صندوق سازمان تامین اجتماعی مطرح شد این بود که آقا تضعیف میشه اصلا به نظر من با این بند و بند دیگه که وجود داره بحث تضعیفش نیست بحث اینه که میخوام کاملا سازمان تامین اجتماعی رو به عنوان نهادی که مربوط به بازنشستگی بیمه کارگر و خدمات درمانیش کاملا برداشتن بکنش یه سند فردا آقا بس خودش هم این کارو میکنن آقایون پسرخالهاشون میگن بیمه های مختلف رو ایجاد میکنن و خب کارگر و خود تو این چون پلیسی چه اتفاق اون وقت میفته اون وقت شما مشتری بشی مشتری صندوق تمدوری بشی که بیمه میکنه بازنشستگی تو رو از کار افتادگی تو رو دربار تو رو اون وقت عملا اینجا دیگه کارفرما میتونه سهم نده دولت میتونه سهمشو نده شما به عنوان یک فرد مشتری اون صندوق بیمه میشی به این معنا دیگه وقتی عنوان میکنه که صندوق بیمه زیره قوانین و مقررات مربوطه معنیش اینه که هر صندوقی که تأسیس می‌شود به عنوان یک سند قوانین و مقررات خودش داره یعنی میتونه این مقررات رو بر بچینه که آقا مثلا من کاری ندارم که کارفرما چقدر سهم دارن 21% یا مثلا موضوع افزایش شد دستمزد بازنشسته چه خواهد شد در واقع داره این مقررات گدایی میکنه کاملا از سازمان تامین اجتماعی و اینو میسپره دست به اصطلاح صندوق های بیمه ای که دیگه به عنوان یک سند مثل خود رو که سوداوری دارن و سالیانه مثلا تراز ماهی دارن که آقا اینقدر سود برد این انقدر سود کرد این اون داستانی که به نظر من در مورد صندوق تامین اجتماعی میفته در مورد دستمزد که دارن منجمد میکنن در مورد ارزم به خدمت شما که قراردادها تو ماده 21 کاش تولید چیزای دیگه رو آوردن به این معنی من میخوام بگم که اگر چنین مناسباتی قرار باشه این لایحه مصوب بشه و اجرایی بشه حالا این بحثایی داره که در مورد لایحه است در مورد بحثایی بکنید که دوست دانشجو اون مطرح کرد دوست پرستار اون مطرح کرد این در مورد اون بکنید شما فکر کنید فکر میکنید دیگه با چه جامعه مواجه میشید با جامعه ای که نیروی کار روابط و مناسبات سرمایه و کار برمیگرده به قرن 19 حتی بدتر به نظر من در چنین جامعه مردم که میخوایم مثلا معلم و به مسئله پرستار و به مسئله استاد دانشگاه و هر انسانی که این جامعه ارتباطی داره به این معنا که در جامعه‌ای که روابط و مناسبات کار و سرمایه اینقدر برمیگرده عقب و کارگر اینقدر بیهوش میشه به عنوان اکثریت اصلی مردم آیا مثلا
کارگر شرکت نفت که ارزم به خدمت شما الان 3-4 میلیون حقوق میگیره، آیا در مورد مثلا بخوان افزایش بدن، یا 2 میلیون تومان افزایش میدن، 1 میلیون تومان افزایش میدن، بنظر من اونم همونجا میمونه. یا استاد دانشگاهش، یا فرق نمیکنه، پزشکش حتی، فرق نمیکنه. این یک بازگشت به عقب 20 سال است که کل ساختارهای جامعه رو بنظر من با خودش میتونه برگردونه به عقب. به این معنا من ارزم به خدمت شما که حراهانم اینه، صحبتم اینه که این قانون کار رو مختص به کارگر ندونیم، فکر نکنیم که مربوط به کارگر است. کارگر انقدر زدن، من این بحثم خطاب به دانشجویان، خطاب به اساتید دانشگاه، خطاب به کارگران نفت، خطاب به کارگران صنایع کلیدیه که واقعا قدرت دارن و اونها وقتی به سختیان میتونن کاری بکنن. این بخش های متفرقه ای که توی کارخونه های چنینم خود بخش خصوصی 100 نفره، 200 نفره، 500 نفره، 1000 نفره، 2000 نفره کار میکنن، یا چیزهایی مثل ما نهایت میتونیم به این تجمع کوچیک برگزار بکنیم، یا چنین سمینارهای تشکیل بدیم، یا افشاگری بکنیم. من میخوام خطابم به این دوستانه که فکر نکنید که این قانون کار مربوط به ماست و اگر قرار باشه این لایحه تصویب بشود زندگی من کارگر که در قالب مثلا این قانون کار تحت پوشش این قانون کار هستم، زندگی من به عقب برمیگرده، همه چیز به عقب برمیگرده. ابعاد خود قانون کار فاجعه آمیز میشه. اگر این با حتی کودک کار داریم، وقتی اکثریت عظیمی از مردم یک جامعه دستمزدش منجمد بشه، کارفرما هر موقع دلش خواست بتونه اخراج کنه، بتونه اخراجش بکنه، اون وقت معلومه که بچه‌ام باید بره کار بکنه، خودسالش و چندم نوجواش همه کار بکنن. اون وقت معلومه که اعتیاد ناهنجاری های اجتماعی تو این جامعه بیداد خواهد کرد، هیچ کس امنیت نخواهد داشت این جامعه. به این معنی من میخوام بگم که قانون کار، من یه جای دیگه هم بحث کردم که قانون کار علارغم اینکه ظاهرش اینه که بالاخره رابطه کارگر کارفرما رو به اصطلاح چیز میکنه، تنظیم میکنه، اما قانون کار اساسا بر سر شدت و حدت استثمار کارگری در جوامع سرمایه‌داری نه در ایران، در همه نقاط دنیا بالاخره توازن قوای رخ میده. اونجا کارگر اگر موفق شده، موفق میشه دستمزد بیشتری بگیره، موفق نشده شدت استثمارش میده بالا، یه قانون کار تنظیم میشه. و این قانون کار به نظرم ابعاد دیگه زندگی رو در کل اون جامعه اشکار میکنه، به نظرم رقم میزنه. اما برای اینکه از این وضعیت گذر بشه، برای اینکه بشه در مقابل این لایحه ایستادگی کرد، به نظر من تنها راه حل اینه که جامعه، روشنفکران، روزنامه‌نگاران، اساتید دانشگاه، هر کسی که دلش یک ذره برای یک زندگی انسانی که این جامعه میتپه پس تا کارگر نیست، به نظر من باید سر این لایحه و سر این عقبگردی که رخ میده باید بیاد وسط. واقعیتش واقعیت اینه که کارگر حق حساب نداره تو این مملکت. کارگر قراردادش موقت سفید امضاست، نمیتونه. الان اونجا که فرانسه بود برای این لایحه 1000 میلیون ها کارگر اومده بود خیابون، کارگر در ایران نمیتونه بیاد خیابون. اگر امروز بیاد خیابون، فردا صبح قراردادش رو تمدید نمیکنن، اخراج میشه. به همین سادگی. علارغم این اعتراضات کارگری، جنبش کارگری نسبت به جنبش‌های دیگه امروز در ایران گله و هر روز داره رخ میده، علارغم این از ابزارهای قدرتمندی که قادر بشه اعتراضات سراسری و محکمی رو در مقابل چنین لوایحی سازمان بده، از اینجا محرومه. به همین دلیل من فکر میکنم که اگر قرار اتفاقی بیفته، قرار این لایحه ایست بخوره، باید تمام بخشهای جامعه، کارگر، دانشجو، معلم، پرستار، خبرنگار، روشنفکر، هر انسانی که یک ذره احساس مسئولیت در قبال این جامعه داره، باید بیاد در مقابل عقبگردی که داره تحمیل میشه ایستادگی بکنه. ممنون.